سلام بر یوتیوب آقا امروز از این داستانه خاطره ای داریم که هم آموزنده است هم جالبه من یه خانومی رو میشناسم که این خانم تو کار دیزاینه و در واقع پارتی میذاره اگه پارتی بگیریم اینو دعوت میکنی بهت میاد ایده میده بعد خلاصه این خانم کارش اینه که بیاد بر شما پارتی بندازه و اگه جایی داری مثلا بیا بعد دیزاین کنه خوشگلش کنه حالا میخواد پارتی باشه میخواد برنامه باشه میخواد کلاب باشه هر چی باشه بعد این خانم با یه خانومی دوسته که وضع مالیشون خیلی خوبه و یه خونه خیلی قوی دارن توی کانادا که مثلا پشمت بریزی خونه آسانسور داره توی لبه. اون موقع که خونه سی س... سی دلار گرون بود این خونه 4 میلیون بود میگه الان چنده این خانومی هم که صاحب این خونه است در واقع که دوست خانم دیزاینر باشه این خانم زندگی نمیکنه واسه نیست اینجا بعد اومده اینجا همون تایمی که تولد خانم دیزاینره به خانم دیزاینر میگه بیا خونه من مهمونی بگیر من مهمونی می گیره و مهمونی میگیره هم می و ما هم دعوت میکنه خب همه میریم و میدونیم که تولد ایشونه میدونیم کارش چیه من دارم اینو به عنوان بیزنسی نگاه میکنم میگم که خیلی خب من الان یه آدمی هم که دیزاینرم میخوام به معلوم بگم بیام پارتی منتون بعدون پارتی صدا کنم حالا خودم به خاطر اینکه این, این رفیقم شانسی روز تولد من اینجاست و به من این آفر رو کرده که بیا خونه من مهمونی تو بنداز پس من دیگه جام که بعد مثلا معمولا بری اجاره کنی یا داشته باشی برا مجانی شده خیلی از مهمونهای بهتری هم میان چون الان میدونن این خونه است و دوست دارم بیا اونجا چوسیشو بیان ها پس مهمونه با کلاس سر احتمال داره بیان خونم که مجانی مثلا در پس من دو تا دلیل دارم که بخوام بتره کنم اینو به علاوه اینکه خودم این کارم دیگه واسه تبریک خودم هم که شده من بعد اینو بتره کنم که گندش کنم خلاصه ما رفتیم توی مهمونی و هیچ چیزی خاصی نبود مثلا پنج بادکنک بادکنک گوشه بود چون یه دونه گل مثلا یه گوشه بود خیلی ضعیف خب خیلی 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 ضعیف مثلا من اگه مثلا همچین چیزی بودم چون دو تا آدم استفاده می‌کردم اردو به چرخونن چون که مثلا او, او اوکی ناکوین چه کاری میتونه بکنه که من یه هر وقت مثلا بگیرم یا مثلا اگه می‌خواستم مغازه‌مو باز کنم می‌خواستم بگم می خانم بیاد روز مغازه باز کردن من باشه پشمون بریزی دیگه اینجا هیچ اتفاقی نیفتاد از این حرفا همه چی معمولی و خیلی انگار که مثلا من مهمون یه خورده گذشت و غذا شد موقع غذا که شد دو تا ظرف آوردن توش یکیش همبرگرای یه دونه ای مکدونالد ارزون ترین غذاش همبرگرشه با مرغ جونیرش یعنی کوچولوش من دونه یه دلار یه دلار 39 او اون موقع فکر می‌کنم بود برای خورد رفت 50 تا از این گرفت و 50 تا از اون خب یعنی مثلا 150 دلار هزینه کرده بود برای همچین مهمونی برای تولدش برای این خونه ای که توش آسانسور هست میدونی بعد مثلا برازنده باشه دیگه یه چیزایی به هر چیزی داشته باشه بعد مثلا اگه من گوسفن بندازم خب میگی سهیله کسی انتظاری نداره ولی اگه من بیام آقا من سهیل پارتی بازم پارتی رو بدین من براتون به ترکونم خونتون رو دیزاین کنم پرکرکتون بریزه حتی تو بیه خونه من من هم چیزی بهتون تحویل بدن خونه من نه خونه رفیقم که مثلا به من حال داده خونه خفنشو به من داده ببینینه میگه یارو دیوونه است دیگه خب منم اینو دیدم گفتم خب یارو بیچاره شاید نمیفهمه نه که شاید نمیفهمه دیگه یعنی پولم نداشته باشی آدم میره اون شب هزار دلار از کردیت کارتش قرض میکنه نه از رفیقش از باباش قرض می کنم یه اوا امشب باید یه خورده بهتر کنم می خواهم برم یه 50 گرم خاویار بخرم 400 دلار باشه بذی بده باشه حداقل دفعه اول که میام میگن می می خاویار خوردین بقیه میگن ادیر اومدی خاویار تموم شد مثلا میگم ها همبرگر نه سیب زمینی نه چیزی خب مثلا من خودم هیچ وقت بدون سیب زمینی نمی خورم همبرگر رو چون کانکشنش یعنی اون دو تا رو با هم دوست دارن بعدش میگم که اگه مثلا تو این کاره ای تو عايز اینو باحال ترم بکنی مثلا دو تا سیب زمینی بیاری از سیب زمینی یه جا دیگه مثلا بیاری مثلا میگم ها بعد اینو تو به عنوان ال الیویتش هم بکنی نه اینکه برین تو مکدونالد این مکدونالد خیلی خوشم گفت این همبرگر خیلی کمه بیس فرایز بزنین بغلش تو رفتی گفتی فرایز نمیخوام چون حالا مثلا تو تا برسه خونه دیگه نرم شده یا فلان خب مثلا اینا فکر کن بگیر بیا خونه بیزشون توی آون آماده گرم داشته باش بذارش اونجا مثلا سه دقیقه بمونه داغ باشن بیارشون روی رو میز همه میگن هرچی جون داغ کردی بگیاره فلان میدونی راه داشته باش هیچ کاری نکرده بود و خیلی ضعیف منم واقعا 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 فقط از روی مهربونی و روی دید اقتصادی و این چیزی که خودم دارم بودم خب این رفیق ما دیگه بریمش کمک کنیم گفتم بودم که خانم گل شما که دیگه این خونه رو مجانی گیر افتاده بود و این داستان و اینا بعدی خورده قوی تر کار می کردی بعدی خورده بهتر مثلا می داشتی گفت نه خیلی همه دوست داشتن خیلی خوش همه خیلی خوب گفتن. گفتن چه آیدیای باحالی بود گفتم آیدیا جالب بود ولی اگه مثلا روی میز هفش نو غذا بود بعد اونم می آوردی میز شیکنارش بعد می گفتی آ مثلا اینو بخورم دیگه همه هم بزنم ولی من اینکه ساعت 7 و نیم 8 اینجا ساعت ده فقط بهم به هم دو تا آپشن میدی همبرگر یا مرغ کچون. کوچولوی مکدونالد بدون فرایز بدون هیچی بدون سس هیچی هم فقط یه دونه پکیج رو برداری بخوری کازش میز تلاش تو به هیچی به قضیه که خودت کونگو خودت باشه کان فکر نکردی فقط میخواستی کمترین پول رو خرج کنی و کمترین تمیز تایم کاری رو بکنی این به نظر من از درست نیست واسه توی که تو این بیزنس هم هستی بعد این با من بحث کرد و گفت نه خیلی همه دوست داشتن خیلی آدیه جالبی بود و تو تنها کسی هستی که می این حرف میزنی و گفتیم اوکی این موضوع تموم شد و مثلا چند سال گذشت مثلا بگو پنج سال شیش سال گذشت دیگه برای خودش یه اینستاگرام زد و نمیدونم مثلا توش نمیدونم مثلا هزار تا فالوور پیدا کرد و از این حرفا بعد من مامانم مثلا به عنوان ساپورت خب من موقع مثلا چه میدونم مثلا من 15 هزار تا فالوور داشتم گفتم مثلا تو مغ... وقتی به 15 هزار تا میرسی خیلی به نظرت بزرگه من محلوز یادم میاد هنوز یادم میاد محلوز اولی که به مثلا چه میدونم به 5000 رسیدم پشیمون ریخته بودم و هم باور نمیشه 5000 نفر من دارن فالو میکنن برای همین مثلا خب من 15 هزار هم طرفم مثلا تو مثلا هزار خب براش خیلی باحاله که من فالوش بکنم و چیز بکنه من زدم فالو زدم فالو و بعد مثلا دو ماه بعد اومدم نگاه کردم رفتم فوزولی دیدم که اون منو فالو نمیکنه بعد نگاه کردم دیدم مثلا فالوش شدن 2300 تا و خودش 1800 نفر رو فالو میکنه یعنی هر ننه قمری که میاد و فالو میکنه رفتم توش دیدم همه آشناها دوستا هر کی که اینجا هست اصلا اکانتم رو همه رو فالو میکنه ولی منو فالو نمیکنه بعد فهمیدم که خب این آدم به قول معروف ناراحت از اون حرف من که هم بهش نفهمیده من فقط میخواستم بهش کمک کنم و حتی با من بدم چپم افتاده خب من چون کاری نکرده بودم فقط مثلا خوبی کنم میدونی دو باره دو بار سوختم که میگم نگاه کنا درمو بسته بودیم هیچ چی نمیشد خوبی هم کردیم حالا رفته تو پاچم شروع کردم به قول معروف از دلش درآوردن آوردن دو تا مثلا, مثلا کامنت مثلا چیز کردم مثلا چه میدونم ویدیو میذارش میذارم چه قشنگ ویدیو چه قشنگ شده گله چه قشنگ شده مثلا پارتیه اونم جواب میداد مرسی عزیزم آقا ما یک سال این بازی چرا انجام دادیم اینم یک سال گفت مرسی عزیزم ما رو فالو نکرد بعد نگاه کردم گفتم ببین یعنی یه آدم چقدر میتونه کینه ای و خنگ باشه که بعد از این هم مدت نه بفهمه من تنها کسی بودم که تو اون خودش میگه دیگه میگه هیچ کی به غیر از تو حرف رو بزنه یعنی هیچ کس دیگه به از تو تخمش من نبود که به من واقعیت رو بگه این آدم انقدر احمقه که بعد از مثلا 6 7 سال نتونست اینو هنوز بفهمه و کلا این آدم انقدر پرتغال کشه که نمیتونه مثلا منو فرض کن من اونم به بهش گفتم که آقا تو بلد نیستی خب 6 سال گذشته حالا بعد 6 سال اومدم فالو دارم میکنم دارم هی بهت کامنت خوب میدم چه دلت نمیاد ببخشی این چقدر آدم باید عقده و کثیف باشه که این شخصیت باشه حالا من با شخصیت اون آدم کاری ندارم من پوینتم اینه که آدمایی که میان به یه حرفی میزنن کونت میسوزه و از این موقع به فکر کونسوزی نباش به فکر این باش که اگر به حرف این آدم گوش بدم چه اتفاقی برام افتاد آیا درست میگه آیا درست نمیگه من واقعا باور دارم اگر این آدم اون روز به حرف من گوش داده بود و یه خود زنیش رو عوض کرده بود بعد از 6 سال بیشتر از مثلا چه من دو هزار تا فالوور داشت ولی میگم آدم ها گوش نمیدن دیگه و خیلی موضوع نارد کننده است چون آدمایی که میخوان خوبی بکنن بعد داستان میشن و بعد بعدا من دهنم رو میبندم و ستاپ میکنم خوبی کردن رو چون میگم آدم ها انقدر شعور ندارن که بتونن معنی خوبی کردن منو بفهمن پس من چرا الان بیام به این خوبی کنم میگم دو همه رو میخورم یه نگاهش پیش میکنم فردم بشه تکس میزنم میگم خیلی از این شب متشکرم واقعا شب خوبی بود چایدی با باحالی بود آده کوچولو خیلی حال داد من فکر کنم چهار شو زدم میدونی دروغ بودن و به تخمت نبودن پیشرفت کسی خیلی راحت تره برای من خیلی سختتر بود که بیام فردا تو زنگ بزنم بگم دوست عزیز میخوام یه چیزی بهت بگم تو که تو این بیزنس هستی و این همه زحمت داری میکشی و این همه جو به بونس برات اتفاق افتاده چرا نمیای نمیاد یه دونه دیزاین خفن بکنی یه دونه غذای خوب بدی این برای من خیلی سخته بود بیام اینو به تو بگم هر آدمی بعد اینو بتونه بفهمه که اخی که تو میگه چرا فکر می‌کنی من فقط می‌خوام بیام برینم به تو یا به تو بدی بکنم یا می‌خوام گم بزنم وقتی که بشینی یه خورده بهش فکر بکنی می‌بینی من واقعاً حرفی که دارم میزنم درسته این اتفاق که نمیفته هیچی هفت سال بعدش هنوز ادامه داره خب ببین من نوعی چقدر دیگه دارم نمیخواد خوبی کنم من چقدر دیگه دارم نمیخواد به کسی کمک کنم و این این داستانی که من الان خوبیم و قطع کردم از دنیای رفاقت ها چون میگم اگه بخوام کسی خوبی بکنم به ضررم تموم میشه طرفم که شور نداره بفهمه یه خوبی نمیکنم و آدم مثل اون دوست جنوالی که منم صحبت میکنم باعث بدی تو دنیا میشن چون بدی که راحت باشه یعنی هست ما باید خوبی ها ببینیم بهش برسیم ولی نمیرسیم بهش چرا این اتفاق میفته چرا ما واقعا نباید ببینیم که وقتی یارو داره به من میگه شاید قصد خوبی داره شاید میخواد به من حال بده شاید میخواد چرا این کاری که این گفته نکردم اگه میکردم چی اینی که بیزنسش داره میلیونی در میاره داره یه حرفی من میزنه یه پوینتی داره دیگه چطوری این میشه دشمن نرفتم که پشت سرت حرف بزنم مثل بقیه که مسخرت میکنن از اون آدمایی که پنج نفر که اونجا بودن مطمئن باش سی نفر داشتن اون خونه میگفتن چی پونه با کن واسه ما مکدونالد خرید دختره چاغال فقط میخواستن رفیقش پول شامش هم بده پس این هر چیزی که دو رفیقش نداده پول شامش بده مجبور شد یه سر مکدونالد گرفته اومده این تو شک نکن که از اون پنج نفر سی نفرشون حرفو زدن ولی ترود گفتن عزیزم خیلی خوشمزه بود مرسی من تنها چاغالی هم که اونم راستش بهت گفتم و انقدر آدما کوتاه فکر و احمقن که نمیتونن بفهمن خواهش میکنم ازتون برای که اینجا از اصلین. شما آدمایی هستین که من احساس میکنم داریم به طرف خوبی میریم داریم نگاه میکنیم به دنیا رو سعی کنیم از این ور از اون وره نگاه کنیم وقتی یکی میاد دیست بدی بهتون میگه اون خشم و عصبانیتتون که داغ میشه عرق میکنی قلبتون شروع میکنه شیدن اونو بگو اوکی خیلی خب من عصبی شدم یه سایدش عصبی بود اونو انجام دادم حالا بزنید منطق یارو چیه باهاش حرف بزن بیشتر ازش بگیر یعنی این دختر که شعور داشت اندازه گاو یعنی میفهمید برمیگشت به من میگفتش که خسرو به نظرت چی میذاشتم خوب بود کباب خوب بود یا مثلا به نظرت باید استیک می آوردیم بعد واقعا دو تا نظر میدیم می گفتم آقا من مثلا چه میدونم من اینا تو باید برای از این فکر تا قوی تره بپرسی یا مثلا برو دو تا مهمونی خفن رو ببین چی غذا سرو میکنن یا نظر میدادم بهش ها از من دو تا چیز هم میکشید چون نظر و داشته باشی یه مغز دیگه داره برای تو مجانی کار میکنه چطوری میتونه واسه آدم بد باشه یه مغز دیگه خر باهوش گوسفند هر چی میخواد باشه داره راجب دنیای تو فکر میکنه تو یه روزی مشتری خواهی داشت که خر باهوش گوسفند باشه پس اگه تو نظر اون داشته باشی انگار یه دفعه جلوتری تو یه سورپرایز چی همین من مسیجم از این ویدیو این بود که بچه‌ها وقتی کی میگه دوست ندارین بشنوین ناراحت نشین با اون آدم قطع رابطه نکنین اتفاقا بشینین فلان یارو رو بمانین چون این کسیه که برای شما داره فکر میکنه من من تنها کسی بودم که اونجا نشستم که چطوری من میتونم زندگی این رفیقمون رو که تو بیزنس پارتی ها رو بهتر کنم او الان اینو بهش بگم که اگه خب این زحمت دفعه بعد همچین چیزی شد بیشتر بهتر کنه که بتونه مشتری بهتر بگیره ولی ما شدیم ان داستان اونم هنوز هیچ گویی نشده اگه من حرف نزده بودم الان من مهربون بودم اونم هنوز هیچ گویی نشده بود پس من دلیل دیگه حرف بزنم منو دیگه گشتین جدیدای منو نکشین یکی باهاتون حرف بد میزنه گوش بدین به حرفش دو دقیقه من یه قول داده بودم که همیشه باید یه داستان خنده‌دارم بگم پس یه داستان خنده‌دارم میگم تو همین خونه یه 7 سال قبلش من یه کار میکردم تو ساعت ده شب دیگه تو تمام بشه برم برسم به این خونه مثلا شد 11 و نیم یه از بخش 10 دیر بود دیگه دیر نفر آخر بودن وقتی رسیدم دیگه هرچی چی دختر تنها اومده بود داره یه پسری زده بود تو کارش داشتن با هم شات میزدن و با هم میرقصیدن و با هم گل میزدن و دختر نگم من کردم دیدم یه دختره یه گوشه دیوار وایساده همینجوری تنها قیافش یه, یه که مشروب خوبی خورده داره حال میکنه واسه خودش دیده دور قبل از این چون رفتم طرفش یه دست پشت کنم یه دبخند زد و رفتم طرفش نجور جلو من یه خورمت جلو رفتم تو لب و لوب شروع کردیم لب و لوب گرفتن و دیگه رفتیم با هم دیگه شروع کنیم حال و کردن تموم شد شبمون یه رفیق پیدا میکنم چند سال دیگه حالا بهش میگم غزنفر من غزنفر میگه که میدیم من تو اولین بار کجا دیدم میگم نه میگه تو این مهمونیه میگم که چه جون مثلا من میگه دختر منو زدی میگم یعنی چی دختر تو زدم میگه چی اون دختره که داشی باش لب میگرفتی گفتم خب گفت اون دختره من بود من دو سه سه سر و کار میکردم اون دم در دستشویی بودی من رفتم تو دستشویی دختره در دستشویی واسده بود من که اومدم بیرون دیدم تو داری لب میگیری با این دختره شاکی شدم رفتم پیش دوست مشترکم شرف پیش که همیشه راجبش حرف میزدم سیاوش میگفتم پیش سیاوش گفتم که سیاوش سگزاده ای داره دوست دخترمو گرفته یعنی دوست خانم دختر که دارم باش مثلا چیز تیک میزنم او گرفته و میخوام یه حالی بهش بدیم و حرفا پس یاش میبینم کیه پس یاش میبینه منم میگه <laughs> ببین بری جلو um, خودت هم میزنه بی خیال شو دیگه دخترت رو زد بی خیال برو دنبال کارت <laughs> <laughs> فکر وای قزافه که دوست شدم اما چیزی بودم تعریف کرد گفتش که آره تو یه همچین کاری با من کرده بودی خلاصه فر از سمیم قرازت معذرت میخوام ولی اگه برگردیم دوباره هم کارو میکنم چون خیلی باحال بود ولی جالب بود دم سیاوش کردم آقا سیاش قرار بیاد توی یکی از این اپیزودا به خاطر اینکه منو سیاش داستان خنده زیاد داریم یه حالی با سیاش با بکنیم واسه همین کامنت اینجا بزنین که سیاوش بیا سیاش بیا من اینو نشون بدم میگم در نفر کامنت گذاشتن میگه دمش گرم میاد دمتون گرم بچه‌ها امیدوارم خندیده باشین از این داستان احمقانه بنده چکس